سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت درجه یک و پر از ماجراجویی دیگه از بازی فاینال فانتزی 7 ریبرث که خب توی قسمت قبلی اومدیم و گرسلند رو عملا پاکسازی کردیم دیگه. انواع مهارت‌هاش رو رفتیم، بعضیاش مبارزه سخت بود، بعضیاش گنجینه بود، بعضیاش باید جمع میکردیم دیواین اینتر تا بتونیم بریم با خدای این منطقه که تایتان بود بجنگیم، بعضیاش در با موگلا بود، بعد موگلا رو میرفتیم جمع میکردیم، یه داستان داشتیم در با یه دونه چوکوبو که ما چوکوبو رو برای چی نیاز داشتیم؟ چون داستان اصلی رو نمیخواستیم ادامه بدیم، باید از این مرداب رد میشدیم تا بتونیم بریم، ولی فقط چوکوبو میتونست این کارو برای ما انجام بده. ولی ما وقتی نگاه کردم چقدر مهارت‌های جالبی داره. از طرف یه سری مهارت‌های سبزی داشت که توی شهر بود که خب اونام تنوع خیلی جالب داشت. خیلی حال داد. حتما بهتون میگم خودتون اگه بازی می‌کنید بازی کنید، بخصوص که مثلا یه دفعه باس فایت‌های مخفی میاد، چیز عجیب غریبی میاد که لول آپ میشید و بازیتون لذت بخش میشه. اما همونجوری که گفتم حالا می‌خوام توی این قسمت فست ترافل بزنیم به مرداب و بریم. خب برگشتیم به مرداب. اون دفعه که اومدیم نمیتونستیم بریم، حالا بایستی چوکوبو رو بیاریم و بریم که میخواییم کل بچه ها به حال کنیم. اینجا داشتیم میرفتیم، میدونه این یارو هم پیدا کردیم ما. این میتونی شنا کنه. آی لک لک ها تو آب هم تو ساعت بره؟ نه تو آب نمیتونی ساعت بره. به سوام پلانت خوش آمدید. ببین ما داشتیم ما همچون که داشتیم میرفتیم، امیدوارم این چیزا حتی مشخص بشه، یک کاتسی نشون داد، یه یاروی اونجا بایستده بود. اولش ما فکر کردیم سفراته، ولی نه، یه دونه از این ویسپررها بود، نجوا کنندگان. ببین مثلا الان این مبارزه رو می‌بینیم، من می‌تونم بکنم هر لحظه بخوام واسه ببینم چجوری می‌تونم اینو عوض کنم. ببین مثلا آخه این مبارزه‌ایه که می‌بینم دشمنایی که توشن خیلی جادو نیاز نداره. من کلاسام طراحی کردم، شما می‌تونید با زدن دکمه کامند یعنی زبدر که بزنید گروه‌های مختلف. مثلا آخه یک گروه ساختم کلاود تیفا رد 30، اینا برای دمیج زدن قویه. یکی دیگه اش کلاود برد رد 13، اینم دمیج آرت و تیفا و اونم برای جادوگریه، مثلا جایی که میخوایم جادو کنیم. مثلا الان اینجا تیفا و رد 13 اینا رو نابودشون میتونم بکنم. خب بزنم چرا نمیشه؟ شد آن شد، الان کنترل اونا دستمونه، اونا این بخش از داستان همراهمونن، ولی کنترل اونا تو مبارزه دستمه. ببین مثلا هم تمام نگه آره یک با رد 13 دمیج های خرکی بزنم. اصلا سینرژیه نابود کننده است. ببین اون از دم بشه نیروی میفرسته، من با شمشم پرت کنم برای یارو. آره ما اینو پیداش کردیم، یعنی دوباره بازگشت. یا ببینم حالا اینجا بعد چی که جدیده. بریم ببینیم چی میشه. صحنه رو ببین، تاریک. ما داره میایم. آخو نور دم به اون همش تو شمشیر من داره میفته. واه یه چیزی اونجاست. اون یه زمین خوش که دارم میبینم. بیایم بریم. نه یه جونوره، معلومه که یه جونوره. آی آروم باش. اون چه کوفتی بود. وای مار. آی برگردید. اونا فهمیدن چی اینجاست.
بده بازیکن. بازیکن رو میخوابونه. بالا قب. اون داره گرما رو چیز میکنه. نه باید ببینم چرا اون ربطی اومدی عقب. تو هم بلیزارد بهش بزن. باید سرم مسلس مسلس بیا اینجا بزن بهش ببینم. بادیگارد 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 آیسین پارت بعدی هم بزن. اینقدر بزن تا اون چیز پرچه. چرا نمیشه؟ با مگه آیسین پالسه قرار نیست همون چیز به ما بده. اینو من نمیتونم بزنم. وایس اینجا وایس اینجا اسپل یه ابیلیتی نیاز دارم برای اینکه بتونیم درمان کنی افرادو. کیور نه یک کیور بزن برای همین مراقب باش مراقب باش. او او اون دوتا حرکت های جالبی هم برو جلو برو جلو. خب یه ابیلیتی باید با چنه آیسی ایمپالس برای که از اون سفید سیاه نداره. یه دونه آمبریدیت بزن. استگر شد استگر شد برو جلو. ببر بالا چیز شد با مثلث. ببر این درصد. حالا وقتشه که سینرژی ابیلیتی اینو بزنیم روش. کاری که میکنه تیفا و آریت یه ماجیک دمیج خیلی خرکی رو سرش پیاده میکنن. چی شد؟ وای رفت تو چرا رفت توی کاتسین؟ خراب کرد زمونو. چرا سینرژی ابیلیتیمو خراب کردی؟ بپر بپر آج تو سحنه ها رو فقط ببین. این نقطه ضعفش یخ دیگه. بکنم کدومشون یخ بود. لیمیت نمیخوام لیمیت نمیخوام. چرا چیزش نمیاد؟ I...
مشکل چیه؟ چرا اون چیزه نمیاد؟ بابا خودش زده آتیشه، برای چه آتیش بهش میزنی؟ سامن کو، چرا سامن هم نمیاد؟ من خواستم سامن تیفا رو بیارم که یخیه. آه شدم سامن نذاشتم براش. اه واسه هم میزستم. بابا یک کاری کنید. وای کلاود خورد. مگه میشه؟ وای داری به حتمون چه آب خفه شدم. وای داره چیزا یادش میاد. یو خود چیز اومد سفرات. ولش کن الان سامورایی میکشتش. الان بزادتون در نقش اون آدم با یه حرکت. سری سر سیخ. چه موسیقی داره. خفه نشی. احتمالا ما هم یه ویژگی های از اون چیزه به دست آورد، از همون آزمایشگاه به دست آوردیم پوجا که چشمون سبزه. بیدرچه You remember who I am? یادت من کیام؟ این چه سوالیه؟ ایریس. It's good to have you back. خوشحالم که برگشت. من یادم بره قرقشه یادش میاد کیو کی بوده. Sephiroth. I knew he was strong. من میدونستم اون قویه ولی با این حال نه دیگه انقدر. وای این ویسپررا در من همش یه جایی. اونا هم دنبالشن. باید همین باشه. Yeah. آره. I kind of get that feeling as well. آره منم همین حسی دارم از این قضیه میگیرم. Let's not lose her. بیا اونا رو دستشون ندیم. چپتر 3 شروع می شود. عمیق‌تر در تاریکی. بعد چپتر 2 رو تموم کردیم. اون اینجاست مگه نه؟ نمیدونم. معادن میتریل. آه هیولاها که هستن. No doubt. آره شک نیست. Monsters we can handle. از پس ما هیولاها برمیان. بدتر از اینش هم روبرو شدیم. گفتنش خب برای تو آسونه. تو برای زنده موندن با بدترین ها جنگیدی ولی ما نه. آره نکته خوبیه. از بهتره که جنابالی جلو دار بشی. برای 2000 تا. پول میگیری؟ چی؟ کلاود چی شد؟ میگه
$2,000 کافیه برای یه دونه استاندارد کورس. اون زنه بود که تو شماره ریمیک میره کلاود پیشش و ماساژش میده، میگه کلاود منظورش چیه که؟ میگه آره 2000 تا کافی، اگه بدی اون یه بار یه ماساژ نرمی بهتون میداد. خب اون زنه که توی اون چیزه بود، زن صورت سفیده، میگه اگه باز کرده باشین میفهمی رفرنسش چیه. اصلا فراموشش کن. بعد یه صحنه خیلی سکسی میشه دیگه، یعنی کلاود وایسته اون زنه میگه آه بیا من ماساژت بدم، اگه پول بهش بدی خیلی بهش پول بدی خیلی اشغولانه باید مثلا ماساژ میده، اگه مثلا نیمه بهش بدی عادی باید ماساژ بده، اگه پول مثلا کم بدی میزنه تخ توخ با چکش، میگه به من پول نمیدی پدر سوخته تو اون سیستم ماساژوره. Wasn't all that long ago that this place was a working mithril mine. بابا یه مدت پیش اینجا یک معدن میتریل بود. چون که میدونه میتریل چی آره؟ نه چیز خاصی ازش نمیدونیم. چیز سرسختیه و البته زیبا. آره جفت چه درست گفتی. ولی چیزی که شاید شما متوجه نشده باشید اینه که این چقدر نادره. هیچ وقت بیرون این معادن پیدا نمیشد. و من اینا رو خوب میدونم چون خودم قبلا توی معدن کار میکردم. و میخوای چند تا چو برداریم؟ آره میتونیم برداریم ولی ارزش نداره. شینا الان سال هاست که دارن یه سری آلیاژ های درست کنن که خیلی انرژیش بیشتر از این میتریل هاست. اینا رو ما تو متناش هم خونده بودیم دیگه، پس میگه خودش هم آره حتی آره با متریا دارن این کار رو انجام میدن دیگه. متریاها در واقع نوع چیزیه، نوع غیر طبیعی این میتریل ها هستن. History of Mithril Mine، تعارفچه شونو گفته در عمق 2000 متری زمین پیدا میکنن اینا رو. یه چیز آبی اینجاست. نه اینا بچه های خودمون هست. خب اینجا هم از این چیزا داریم. بچه ها حتما اینا رو بهشون رسیده کنید. اینا چیزای شما هستن در واقع. ببین الان باز شد، فوریوس های شما هستن. همینه که من آریه کنه گرم دارم بعد مثلا مربع میزنم، آریه کنه گرم مثلث میزنم. خب ببین اینا سه حالت داره. خب بعد میتونید هی هم عوضشون کنید، اینجوری نمیشه که ثابت باشه. مثلا مثل پرکاس توی کال آف دیوتی بازی میکنیم، هر دور میتونیم پرکمون رو عوض کنیم، یه بار سرعتمون زیاد شه، یه بار مثلا صدای پامون شنیده نشه. اینا هم همینه، پرکه. خب سه تا حالت داره این ابیلیتی هایی که ما انتخاب میکنیم. بعضیاش سینرژی ابیلیتی هستن، عین همون چیزی بودن که من زدم، این که باعث نقطه ریز ریز ریزا پر بشه با که من مثلا بتونم الان کلاودم دیگه. ببین کلاود آره دور دور میتونید انتخاب کنید. من اگه کلاود اون نقطه نقطه زیر زیریاشو پر کنم، آریت هم سه تاش مثلا پر بشه، میتونم یه دونه سینرژی ابیلیتی بزنم که اسمش فایر ورک. چجوری؟ نگاه کن، اینجوری با هم ترکیب میشن. تیفا کلاود میندازه تو آسمون، جادو میکنه، پرت کنه برای اون. خیلی قویه این ابیلیتی ها. بعد این صورتی ها رو داریم که ابیلیتی هستن. یعنی چی؟ یعنی به اون منوی زب در میذارم یه چیزی انتخاب میکنم، یه چیزی اضافه میشه. خب و از ATB استفاده میکنه. بعد مثلا اینا خوبیش اینه که مثلا بدون هیچ نیاز به این که اصلا جادو همراهتون باشه میتونید جادو کنید. مثلا یعنی چی؟ مثلا اگه این ویند کورنت رو بگیرم میتونم باد رو بدون جادو بزنم. نیاز نیست برم اسپل انتخاب کنم ویند بزنم، نه میتونم با ویند کورنت یه دونه بزنم. مثلا به در کجا میخوره؟ مثلا یه جا یه دشمنیه، نقطه ضعفش رو میدونم، ولی مثلا من متریای باد همراهم نیست، با اون میتونم هی بهش بزنم. خب و یه نمونه دیگه اش هم مثلا اسکیل ها هستن. اونا هم اونایی که آریه کنه گرمی دارم. مثلا نگاه، آریه کنه گرمی دارم نوشته کانتر فایر. اگه کسی به سمتتون شلیک کنه با این چهار تا پارتنره، تیفا اون اگه آریه کنه گردش باشید، گزینه کانتر فایر براتون روشن میشه، میتونید آتیشی که بهتون سمتتون پرتاب کردن رو برگردونید. خب بعد این آبی هم چیزه، لبل اپ اون کرکتره. مثلا نگاه کن، من اینی که انتخاب کردم نوشته دمج ضربات بیسیک، یعنی عادیمون شمشیر زدنمون رو 100% بیشتر کنید. برای همهشون همینه. خب و هی هم میتونید عوضش کنید هر جایی که مثلا بسته به اون پارتی هایی که ساختید. بعد اینجا میتونید ببینید که الان نگاه همش صفر، صفر از 50 تا صفر بالا. هر وقت که پر بشه یه بهتون پول میتونید چیزای جدیدتر ببرید بروش. اینا که فروشگاه است، هر وقتم یه علامت روشه، علامت درصد میشه، یعنی هیچ ارزونه توشه دیگه.
مثلا این چی توشه؟ های پوشن. میتونم 3 تا های پوشن رو با قیمت خیلی کمتر بخرم. 100% تخفیف. خیلی خوبه. حالا مثلا اینو خریدم، حالا یه نکته دیگه وجود داره. یه چیزی هم که نه فراموش کنیم و توی این باز جدیده آیتم ترانسمیوشن، یعنی کرافت کردنه. اینجا خب سیستم چجوریه؟ شما میتونید مثلا پوشن درست کنید دیگه. این سنگایی که روز زمین پیدا میکنیم، گیاهایی که پیدا میکنیم، بزنم مثلا یه دونه پوشن. الان من نگاه کن اونم صفر بود، یعنی هیچی نداشتم. باید داشته باشیم دیگه. بله خب مثلا پوشن چند تا پر میکنه نوشته، بذار اون پایینش باید نوشته باشه. کجاش نوشته بود؟ اونا اون بالا نوشته ریستور 350 تا HP. خب یعنی 350 تا فقط پر میکنه. های پوشن 700 تا پر میکنه. خب این خیلی بهتره تره. بعد نوشته کرافتمنشیپ 5، یعنی من باید چیکار کنم؟ کرافتمنشیپ نه، اونجا دیولش نمیشه 4. 15 تا XP به دست اونم 120 تا نیاز داره. چجوری به دست بیارم؟ خب این چیزایی که تا حالا یه بارم درست نکردم، مثلا میخوام اینو درست کنم 10 تا میده. بیا آنتی دوت چیز خوبیه. آنتی دوت مثلا وقتی سمی میشی مثلا مار و اینا آنتی دوت میتونیم. اینا دیگه آیتماست. یا مثلا متکایی که میذاریم زیر پامون. خب سعی کنید همه چیزو یکی یه دونه بسازید. فقط هم اینجوری نیست که آیتم بتونید درست کنید، میتونید مثلا از این تجهیزات ها درست کنید دیگه و اینا XP بیشتر هم میدن. خب بعد مثلا اینا بعضیشون مثلا بخواید بخرید گرونتره دیگه. بیا اینا رو هم میخریم، هیچ چیز کار نداره. این همه لوتایی که میکنیم سودش همینه دیگه. بعد مثلا میخواید اینجا میسازیش، اینجا میتونید لول آپ کنید مثلا یه سری چیزایی رو. خب حالا اینو ولش کن، من نمیخوام چیزی لول آپ کنم. اینا مثلا چیزای مختلفی میتونید بسازید. این 40 تا خیلی خوبه برای ساختنی. خب کرافتمنشیپمون شد 5. الان میتونم برگردم اینجا یه دونه های پوشن درست کنم. ولی چرا نمیتونم درست کنم؟ برای که آیتمشو ندارم. یه چیزی نیاز داره که ندارم. اونجا نوشته که چیزی رو ندارم. خیلی خوب. اینو ساختم. این چرتای دیگه رو میدم. اینو میسازم. اوه، من معاده. اونها اونجا هستن. بله، بهشون رسیدیم. بیایم بریم. پوشن چیزیه؟ آه. واقعا نه چی کنم؟ میری بالا مون. اونم اینجا چیز نباشد دست بده. اینه چیزهای مختلفه دیگه. داره یه جورای موزه اینجا رو بمونشون. یه نوع موزه است. بعد نمیتونی چیزی رو بخونیم. تجهیزات موزه است. اینا من هنوز نمیدونم قضیه شون چیه. آه وای، ده واسه اون باشه. امید دارم حالشون خوب باشه. آره برم همینطور. ولی اگر هم نباشه ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. درسته. ای بابا من که نمیفهمم. ما که نمیدونم جوبلشون کنیم اینجا بمیرن. میدونی چیه؟ من میرم ببینم چه شد. آره منم میام. نه نه تو هم اینجا ببون. من میدونم اینجا دارم چی کار میکنم. تو نمیدونی من تو معدن کار میکردم. آخرین چیزی که نیاز داریم اینه که تو صدم ببینی. باشه منم باهاش میرم. منم با غارها آشنام. باشه اگه مطمئنی. ببخشید که نمیتونم بیام. منظورم اینه که ممنون. حالا که عذاب وجدان دادی به اون، آخه برای چی بریم اونجا؟ تو رو دنبال اون یکی ردا پوشا ما میایم. باشه. Careful down there. اون پایین مراقب خودتون باشید. دست کن میده براشون. Fast travel unavailable شد. خب ببین الان اینجا بعد دیگه پارتیمون زوری همینه. اوه کرالر کوچولو. خب مثلا الان من دیگه فکر کنم بدونم که نقطه ضعف این چیه. نیاز ندارم. نشد. ای بابا. Let's keep it up. نقطه ضعفش یخه دیگه به قانونه. چون میخوام حالا بهتون اون چیزی که فولیاسی که بدون جادو کردم میتونم مثلا یخ بزنم به یه نفر رو نشون بدم.
اوه چه جدیه. نمیتونیم این بالا چرا؟ آیتم به دست آوریم. متریا ای پی آب میایم اینجا. این خیلی چیز خوبی میتونه باشه. خب مثلا نگاه کنید، این اسمش هست متریا ای پی آب. ای پی چیه؟ نگاه کنید، من میرم رو میرم روی متریای دیگه. اون بالا ببینید لول هر متریا، بهتون گفتم هر چقدر که این لول بره زودتر بالاتر، لول 1-2-3 باز میشه، بعد جادوهای قوی تر میکنه. میگه این متریا رو اگه با هر کدوم از متریای دیگه لینک کنی اون زودتر لول اپ میشه. خب لینک یعنی چی؟ ببین الان ما اینجا اینا هیچ کدومشون با هم لینک یعنی وصلشون کنیم، هیچ کدومشون وصل نیستن. خب بذار مثلا ببینم، مثلا اینا تیفا اصلا خالیه. تیفا مثلا میتونم یه چیزی که میخوام زود لول اپ بشه، مثلا اچ پی آب. خب این حد زودتر برسه به لول 5ش میتونه 30% هلت ببره بالا. و متریا بچه خیلی مهمه، متریاتون هر چی زودتر لول اپ کنید بعد میتونید بین کاراکترهای مختلفتون تقسیمشون کنید. خب مثلا میام اینجا میگم آره این خوب چیزیه، اچ پی اپ زود پر بشه خودش. خب یه چیز دیگه هم براش بزنم، چون این خالی گذاشته بودم من اینو. خب حالا بریم سراغ این آشغال کله ها. هی مثلا این نگاه کن، ما چون اون ماره رو زدیم قاعدتا اینا هم باید یخ باشه نقطه ضعفش. ببین ما یخو یا میتونیم با اسپل بزنیم. الان مثلا چیز کلاود یخ نداره توی اسپلاش، جادوهاش، برای تو ابیلیتیاش یه دونه براش با اون قسمت فولیوسه زدم که ام پی هم استفاده نمیکنه، اسنو فیوری. نکن بزنم به اینا نقطه ضعفشون تا ما یخ باشه. آه نه یخ نیست نقطه ضعفش. پس چه نقطه ضعفش؟ بس من واسه ابیلیتی روش بزنم اساس کنم چه رخ زفر آتیشه برعکسن. نه چون اینا چون آبی هن، پس این هم احتمالا این آتیشه دیگه. واسه خب حالا من میتونم اسپل آتیش رو همینجوری بهش بزنم یا نه. مثلا من یه ابیلیتی دارم به اسم فایر بولد که ضربه شمشیر آتش رو برق میزنه. برو بریم. خب هیچ کنش رخ زفرش نبود. حالا اینا چون کوچولو هن خیلی روی نقطه ضعفشون تمرکز نمی کنم، میدونی؟ ولی مثلا یه دشمن گنده قوی بیاد بعد نقطه ضعف خیلی دقت کنیم. انا کن یه دست چیز داد برای آریت، برای تیفا چی میگن؟ بذار بیام اینجا، دستکش داد برای تیفا. این الان تیفا دستکش که خودش داره، هر کدومش هم یه ویژگی داره دیگه. نگاه کن مثلا اونی که دارم یه دونه دستکشش به هم وصله. خب یه دونه حالت بهم بس شده داره، ولی این یکی نیست اینجوری. این چی کار میکنه؟ میتونه بپره تو دایو کیک بزنه. ببین هر کدومش یه ابیلیتی بهتون میده دیگه. هر وقت هم سلاح رو عوض میکنید حتما برید و متریال رو درست تنظیم کنید که دوباره با سیستمتون یکی باشه. ادامه میدیم. آه اینجا ماردونیه، ولی این دفعه میدونم که نقطه ضعفشون آتیشه. برای همین ابیلیتی فایر بولت. برو بریم. این حالا بیرون مثل ویکنس. برای میگم دشمنای کوچیک خیلی نمیخواد نقطه ضعفی بریم، مگر اینکه رو هارد بخوایم مثلا باز کنیم. ایتر به دست آوریم، ایتر برای پر کردن ام پی. گیاهایی که جمع میکنیم برای همون تیرنس نیوترمونه، کرافتینگمونه. آه این سنگ ها چیه ماجراش؟ ماردونی ها. ببین مثلا من میتونم اینا رو همه رو جمعشون کنم با نگه داشتن مربع. کلاود یه ابلیت داره که شمشیر میزنه همه رو جمع میکنه. حالا میتونم یه دونه آتیش فایر آقا بزنم مثلا وسطشون. نگاه کن چی میشه. ببین به هر ستاشو میخوره و میکشه. پس این اسپل هم خوبیش اینه، ابیلیتی شاد به یه نفر بزنه، ولی اسپل اینجوری مربع رو نگه هم دارم اینجوری جمعشون میکنم یه اسپل وسطشون. همیشه قابلیت های مختلف کاراکتراتون رو امتحان کنید. یه دونه مربع چی میزنه، مربع رو نگه دارم چی میزنه، اینا رو همه چون کنید. خب واه مثلا اینجا دوست عزیزمون گنده است.
پایینا چی بود؟ اینجا پورشن به اون میده برای که جونمون پرسه. فینیکس تاون به اون میده. فینیکس تاون برای که یادتون بمونه چیه، ققنوس چیکار میکنه؟ ققنوس آن که مرد را از خاکستر بلند میکند. فینیکس تاون این کارشه، یعنی وقتی یک کسی میفته تو مبارزات ولی هنوز پارتی های دیگه زنده هستن، از خاکستر بلندش میکنه و زنده شون میکنه. فینیکس تاون خیلی چیز خوبیه برای مبارزات سخت استفاده میشه. چرا بالاتر نمیره؟ برو ببینیم. باید من جهت بدم الان یعنی چی؟ یهش باگ داره. ببین الان من هر چیزم در سر تکون بدم نمیشه. الان تو بالا رو نگه داری رد میشه. خب مثلا نگاه کن، این یه دشمنیه که داره فکر میکنه. این به نظر مثل نقطه ضعفش باید یخ باشه. نه یعنی نقطه ضعفش آتیش باشه. ما چشمی بار امتحان میکنیم. بذار دفاع کنم. اسپل فایر بدون بهش بزن. ویکنسش هم آتیشه. حالا میریم برای اسپل فایر آگا. بعد ببین اینا ام پی داره مصرف کنه، حواستون باشه. اون دیگه خودمون فهمیدیم. اوگره نقطه ضعفش این بود. آدم اگه یادش بمونه دیگه نیازی سری اساس استفاده کنه. خب مثلا آقا این تو آسمونه، یکی از ابیلیتی های تیفا اینه که بپره تو هوا بزنه. ببین چیکار میکنم. میباره یه داشتن آره یک. ببین چیکار میکنم. به این نمیتونه اونو بزنه. ولی آقا آریت، بریم رو آریت. آره یک ببین، سورینگ فیوری میتونه بره تو آسمون. یا آریت که راه دور میزنه. ببین چجور داره پر میشه خط زردش، چون دارم باز نقطه ضعفش میزنن. حالا که اینجور شد با مثلث تمشا. بهمون ادو سنگ داد، گفتیم که این سنگ ها برای ساخت و سازه استفاده میشه. اینجا بگی نکنم بتونیم بریم. اینا رو معمولا اینا رو باید بزنیم. خب بعد نیان کن وقتی بیرون مبارزه هستید، مثلا نیان کن کلاود امپیش الان شده 19. خب ما اگه هم بیرون مبارزه پولش کنیم، بهتر از اینه که توی مبارزه بخوایم یه دونه دورمون رو خراب کنیم. یه ایتر رو کلاود پولش کنیم. قول بدم یه بدم جلو. اولین جلو بابا مطمئنی؟ عقب بعد بیارمش؟ اونجا ریل نداره. آبستکل برداشتیم مانع رو. واو. This place is huge. اینجا خیلی بزرگه. What's that? اون چیه؟ امیدوارم که بلیت خروج ما از اینجا باشه. خب بریم ببینیم پس. دوباره با یه مربع همه رو جمع میکنیم، یه آتیش وسطشون. یه فایر کوچیک هم میزنه. نه نمیخواد، نمیخواد. ابیلیتی میزنم.
با همین فایر بلیدر اینا کنن جفتشون تو آسمون. همون شد مردن. اینو باز کنم چیه؟ های پورشن سه تا گیرمون اومد. خوبه. الیویتور خرابه، آسانسور. بعد از کجا درستش کنم؟ اتمام اینجا چیه؟ به نظرت اینجا باز میشه؟ این دره قضیهش چیه؟ خب میگه نردمون شکسته، یه راه دیگه پیدا کن. آرام باش، راه دیگه چینه؟ حالا ببین مراحل شده گاد آف واری ها، کارهایی که تو گاد آف وار میکنی. یه چیزیه، این برام یه چیزیه، اون بر خروجمونه دیگه. بذارم این پله چیکار میکنه نردمونه. آره یکی ماش جگ جونور اونجا بایستادن. هر سخت هم چیزی توش نیست. اینجا جایی بوده که اینجوری سنگا رو استخراج میکردم میبورن، چیزی رو دست ندادیم. ولی اینجا یه آسانسور بوده و این هم یه دونه جعبه. چی توشه؟ تیتانیوم. آسانسور رو بزن ببینم چجور کار میکنه. این هم خرابه. اینجا هم که سوراخه. اونو فهمیده نقطه ضعفش آتیش بود دیگه. بزن اینو یکیشو. بادیگارد. از نگه داشتن آره یک و استفاده از ابیلیتی های سینرژی قافل نشید. اسپل یه فایر برش برو. این دشمن هایی که کوچولو هن چون ضعیفن خیلی اونجور به کار با اونجای نمیرس که بخوای استگرش کنی یا مثلا چیز. ولی وقتی بزرگ میشه اونجاست که لازمه که پارتیاتون حواستون باشه کی استگر میکنه کی نقطه ضعف میزنه. ولی بسید چه صحنه هایی رو داریم تجربه میکنیم. یعنی واقعا الان برگرد ریمیک سخت بازگرنش چون واقعا محدود بود. اینجا شما نکنه همینجور همه چیز جدیده. وای من که اینجا دیگه هیچ کدوم از اون رد و سیاه ها رو نمیبینم. به نظرت گمشون کردیم؟ دیگه هنوز وقت هست که بهشون برسیم. نگه نباش. ولی خب شاید بقیه همش هم مرده باشن. تیفا میگه. خب ببین الان اینجا فروشگاه ما تخفیف داره. چی رو تخفیف گذاشته؟ ایتر تخفیف گذاشته. هر چند تا که میشه بخرید معمولا وقت تخفیفه. اونایی که تخفیف مثلا ما کن یه سری چیزای دیگه هم هست دیگه. میتونید اونها هم بخرید اگه خودتون نمیتونید درستشون کنید. حالا من دارم دیگه نیاز دارم. بعد میتونید چیزا رو بفروشید. چیزایی که نمیخواید و حالا عموما مثلا ایناست. مثلا این چیزایی که
استفاده نداره دیگه میتونید بفروشیدش. مثلا آقای دو تا از من دارم برای چی؟ بفروش بفروش تمام شد. خب در تو با رینو بهم بگو، اون حالش خوبه؟ اون بدتر از همه بوده وضعش. اون بهش دستور داده شده که بره یکم ریلکس کنه، یکم خودشو جمع کنه. اگه اشتباه میکنم بهم بگو. ولی اینجوری که تو داری میگه یارو رو فرستنش بره یه مسافرت عالیه که خستگیش حسابی در بره. رینو یک کسی گفت اسمش رو. خب آره کمابش همین بوده. ای بابا خوش شانس بوده. آ بابا خوش شانس نیست، اون بعد جوری کلافه شده از اینکه فرستنش بره مسافرت. احتمالاً از دستش میده. چیه مشکل؟ چی شد؟ چیزی نیست. بعد به حرف زن ادامه بده. ببینیم اینا کی هن. سب کنیم این کی. اوه این چیز هاست. اینا دشمن های ما بودن. اینا از طرف شینرا، نیروهای ویژه شینرا. Seriously? واقعا؟ اصلا ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ ببخشید ولی بعد اینو بگم، این ماموریت اصلا با عقل جور در نمیاد. چرا ما داریم وقت مورا اینجا هدر میدیم و دنبال این آدم های عجیب غریب رداپوش میریم؟ دستورات دستورات، اما و اگرها و چراها به ما ربطی نداره. شاید تو هم برای مسافرت حالا بهتر شه. So about him, Mr. Workaholic. درد با این یارو، درد با این آقای ایشون که می‌بینیم. نظرت چیه آقای ورکاهالیک؟ ورکاهالیک یعنی کارت مثل الکل، بهش احتیاط داری. ورکاهالیک چیه؟ I say we put him down. من که میگم بکشیمش. I mean, that's what someone would do if he was here. اگه سنگ هم اینجا بود همین کارو می‌کرد. Assholes. عوضی‌ها. Who's there? کی اونجاست؟ Sharp ears. آه گوشاش تیزه. No. محاله. Avalanche. Avalanche. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest. Elena. آه حالا شما در مقابل خفن‌ترین ترکس، ترکس به این گروه ویژه‌های شینرا میگن ترکس. میگه به خوش آمد بگین به خفن‌ترین و آخرین نمونه از ترکس ها. الیناس اسمش. You three can call me. بعد شما ستا میتونین به من بگید بدترین کابوستون. رینو کجاست؟ اون رفته مسافرت. رینو همون یارو مونارنجی است که وقتی ما اولین بار آری تو پیداش میکنیم توی کلیسا، اون یارو مونارنجی رئیس اینا بود. خب و متاسفانه برای شما من اینجام که جای اونو بگیرم. اون شاید جدید باشه ولی به حال یه ترکه، یعنی یه حرفه. برو بریم. خب دفاع، دفاع، بیا دفاع کن. من حالا میخوام با قدرت بزنمش. پرشر شد، برو روش. اوه این پرچر میشه وقتی میخوام حرکت رو بزنم. اسپل چی باش بزنیم؟ ابیلیتی ریورس. برو. اوه ویکنسش ضربات حرفه‌ایه. این چیه ریورسه؟ ضربات تو هوا. نقطه ضعفش ضرباتی که بیفته تو هوا. نخور میندازتش تو هوا. بلاود اسپل فایرا بزن. خب بایست ببینم بزن باد بهش بزنم. شاید ویکنس شپ هست. یخ بچه دارم چی میشه؟ همه چون بلاک داره میکنه. hey,
مراقب باش. فوتبالیست هست. ای بابا دقیقا همونجور که تمرین کرده بودیم بعد عمل کنیم. زن ریدیوز اولیتی فایر بول تو زن. نقطه ضعف اون برقه، نقطه ضعف دختر برقه گرفتم. همه رو زد پارک کرد. الان درش سرویس میشه. این چرا نداره برق؟ ابیلیتی نداره؟ یا آرکین بزن. خب سینرژی با کی میتونه؟ فایر ورک میتونیم با اون انجام بدیم. این یکی یعنی آتشین میکنه. بکنم رود نقطه ضعفش آتش باشه. برو بریم. اصلا نقطه ضعفش نبود. خود کلاود بابا، خود کلاود بعد بزنه اونو. خود کلاود بعد با اسپل تاندر بیا. توندرا برو. Sorry. Can't pull my punches this time. Okay. That'll do. You've got this, Brood. I think she's covering Brood. خب کیور کلاود دوتا حالا اسپل بابا به اون برای چی به اون زدی؟ اون فایده نداشت که. خیلی خب اشکال نداره، درستش کنه. سینرژی، حالا سینرژی میتونه با کلاود انجام بده، بپره تو هوا بزنه تو کلش و امپیمون بی نهایت بشه. برو بریم. خب خب حالا امپیمون بی نهایته. برو رو کلاود. امپیمون بی نهایته ولی خب اونم که بی نهایته. بزن بینا. تا زمانی که اون خط بنفشه روشن باشه ام پی بی‌نهایته. ببین صفر ام پی، یعنی هر چقدر میتونم بزن. النا بزن. یکی دیگه. آم شو. بذم این اساسش کنم بی پدر رو. من ببینم این نقطه ضعف این چیه. باد. باد میشه اسپل آئرو. دو تا بیس دادم به خاطر اینکه داخل این چیزه وایسته بودم. وایسا سامن نمیخوام. ابیلیتی ریورس. نقطه ضعفش باد بود. دستا بلا همین الان برای بچه های تفنگی اومدن. بهتره که اون از تو بازی را جای نگه داره که ببینم بگنه یه سوراخ تو کلت میکارم. خب شما حرفای زیادی برای جواب دادن دارید. بالی خون روی دستاتونه. تو نیاز داری یکی رو تقسیم نزید رو گردن اوناره. این رئیس ترکاس. بول اوه اوه هندی هم هست یارو. بهت پیشنهاد بکنم اگه دنبال مقصری خودتو تو آینه نگاه کنه. ولی برای ما اوضاع تغییر کرده. اگرچه شما هنوز تا
تحت تعقیبید، اگه از کار ما برید بیرون، ما هم از کار شما میرید بیرون. واقعا چرت و پرت دروغ میگی. آری تو برام بردارید. اینا دنبال آری تن. ترکا دنبال اون نژاد کهنی هستن که گم شدن. اینا شاخه چیزن؟ بقیرن شاخه علوم کهن شینرا هستن. درد 13 کارت خوب بود رد. این یارو مسئول اینه که آریتو ببره ببینه قضیه اون گونه چی بوده. وای حالا خودمون افتادیم پایین. اعماق معبد میتری. نه ای بابا بخواهی همزید دستا بزنی زود باش. چجور شنها میکنه. آی بقیه کجا؟ اون بالا با دوم بشتشون میده. ما خوبید؟ آره ما خوبیم. فقط داریم که خودمون رو تمیز کنیم توی این آب کثیفی همون پاک شمیان پیشتون. سرگیری میکنم. رای به بالا پیدا میکنید؟ یکی پیدا میکنیم نگران نبا. پس تو خروجی میبینیم به تو. باشه. Hojo's lab was filled with men like this. آزمایشگاه هوجو پر بود از این آدم‌ها، پس اینا از آزمایشگاه اومدن. Go poisoned. وای، اینا با ماکو سمی شدن. تک تکشون. Poor bastards. هارون‌زاده‌های بدبخت. Poor bastards. چه به نظرت اونا قضیهشون چیه؟ اونا دارن کجا میخوان برن؟ They're following Sephiroth. اونا دنبال سفراتن. یا کلاود اینجور فکر میکنه. اون این همچه حرفی زد. بس بیا امیدوار باشیم که این پسره حرفش درست باشه. حالا اومدیم کلاس با اینا. میگه مربع رو بزنید که اوه میتونیم سنگا رو بشکنیم، میتریل کریستال ها رو بشکنیم برای ترانسیوشن. خب حالا پارتی همون عوض شد. نه بعضی هاش. حالا باز خوب خودش چیز میشه. ببین صحنه ها رو ببین. حالا باز خوبه که خودش لوت میشه. در اینا تخفیف دارم آقا. خب حالا ما چون با این دوتا پارتی هستیم و کسی دیگه همراهمون نیست، همین الان بایستی ایناشو درست کنیم دیگه. مثلا خب اون یه دونه خونه خالی داره و حتی شاید بتونم یه چیز دیگه براش کنم که دوتا خونه خالی داشته باشه. میتونیم بعدیم براش. خب میتونیم ما رو بقیه اون اونایی هم که گذاشتیم بذاریم. اینو بذاریم. حالا ببینیم چه چیزایی براش بذاریم. ببین مثلا ما وقتی میخوام الان ما میدونیم، ببین مثلا ما میدونیم الان پارتمون دو نفره، یکیش رد 13 است یکیش هم برته. میتونیم توی این لیسته بریم مثلا رد 13 چی داره؟ فایر متریا داره و ویند متریا، یعنی باد و آتیشو داره. همیشه سعی کنید از هر عنصر یه چیزی داشته باشید. خب بعد مثلا من میام چیکار میکنم؟ این خودش چی داره؟ این لایتنینگ یعنی برق داره. یه دونه آیس باید براش گیر بیارم. خیلی خوب تو زمان آماده کردیم. حتما هر دفعه برید وقتی کاراکترتون عوض میشه این کارو بکنید. الان میگه ریدیوس و من اسس با اینا الان ندارم. حواسم نبود. خب اینا هیچ کنون چیز چوش ترسی ندارم از که این به نظرم یه آتش روش بزنیم. نقطه ضعفش آتشه. حالا ببینید با آریه که اون چی میشه؟ پرتش کنه جلو. تحسین نرم. خب ما فهمیدیم الان این نقطه ضعفش آتشه. حالا ببین لوت کردن اینا اینجوریه. برای هر نقطه یه مکانیک به جالبی گذاشته. اینجا چیزی نبود دیگه. بریم. بله خواب. حالا چجور اینجا بریم بیرون؟ اتفاقا اون از اون چیزی بکشیم بریم بالا.
رفتیم تو آب. همین اول کار نه با به این بزن جفتشون اخت ضربشون همین بود با یه ضرب مردن. اوورچارجش بزنم چون شد اصلا فقط باب آتیش مثلا ما الان میبینیم دشمنک داریم باهاشون روبرو میشیم، نقطه ضعفشون آتیشه. خب چرا برت چیز ما باشه لیدر ما باشه وقتی که اگه اون لیدر باشه زودتر پر میشه زشت دیگه. بذار الان میخوام اینو کنمش لیدر. واسه چجوری میکنمش لیدر؟ اینا با مثلث میاد روش بالای برای اینجوری لیدر وقتی این باشه هر وقت که وارد مبارزه میشیم اول با رد 13 شروع میکنیم مبارزه رو. ای تی بی اون زودتر پر میشه. اون یعنی چه الان؟ اونم توی بریم پایین اونا رو بعد می بخوایم ایسه خوبی باشه. اولی سنگ و گیاه به دست بودیم، اینا رو بعدا میتونیم بریم در بخش کرافتینگ استفاده کنیم. اوه همین هم هست؟ اوه اینا چیه؟ پشتشه جوه اون پشت؟ اینجاست اصلا معلوم نیست. آه رسیم بالای معبد. این کار برته. حالا ببین اینو این اومد نقطه ضعفش آتیش نبود ولی داره چیزی نمیده هیچی نداره.
کجا داریم میریم؟ یه دونه بعضی هاش میده بعضی هاش نمیده. این چیه؟ بزنش اونجا. وای چه عجیب حرکت کرد. اونور نمید میرفت. ها باید جهت شو باید عوض کنیم. دایره میزنیم میریم بالا. بله یه دونه بولت پروف وست بهمون داد. حالا این عوضش کن. بله حالا دوست عزیز داریم اینجا. نقطه ضعفش آتیشه میدونم. عوضی خیلی وحشی هستی. یکی از متریاش لبل آب شد. من باید سنگه رو بزنیم که راه باز شده. ببین که اینجا هست. رفقا ما اینجاییم. دارید استراحت میکنید؟ پل خرابه. میتونی بهمون کمک کنی؟ Let me see. هزار ببینم. این باید بره بالا. وای اون چه ربطه اون چوبه. اون اهرامشه. برای سر 2000 تا سر 2000 تا این کار انجام میدم. خندیدیم. حالا اینم یاد گرفته سر 2000 تا رو. حرفه‌ای. آره ببینیم کدومش جالب تره ماجراش. وسط این دوتا بزن. ببینم اینه تا باز کن. جمعه نه این چیزا داریم اگه بخواهیم میتونیم حتما تخفیفی ها رو میخریم. حتما همیشه حتی تخفیف داره رو بخرید. خب جونمون هم روی اون پر کردیم. این ها اتمن ببزنیم اونجا بریم بالا. نه عجیب نیست. باستی بینم باست.
این نمیشه رفت روی این. آره پله های چیزی داره به سمت بالا؟ بله. آه این خرابه. خب بای سلام. اول اینو باز میکنیم. ایتر های یعنی بیشتر دیگه. این میتونه بیاد بره اینجا بدون چیه اون با بله اینجا کلی معماهای قطار و مطار و اینجا داریم. پشت کارت آه میگه بندازش رون تا اونو آزاد کنه. اون سهر نمیدوها چیه؟ خب من الان برام سواله که چجوری برام اون بالاه. این سنگ هایی که توی نرسیم توی خالی کنیم. حالا بذار اینو ببریمش، شاید اگه برسونش اونجا اینجا باز شه خودش. بعدم باید اول ببریمش تا اونجا، باید مسیر رو عوض کنیم. آب تا اینجاشو میاریم، بعد میام اینجا مسیر رو عوض میکنیم براش. ادامه اون برش رو میدیم. حالا برا خب برگشتی داره. ممنون ممنون دو هزار تا فراموش نشه. خب حالا اینجا بپر پایین. چی بود؟ شاید اونا الان بتونن در برامون باز کنن. نوشته خروج از اون بر. فکر نکنم ما از جو بتونیم بازش کنیم. اونجا دستگیر چیز نمیدونی بزنی؟ ای بابا ما دو ساعت داشتیم فکر کردیم ببینیم چجوری برامون کار بکنیم. حالا شو ابنون. بله حالا شما 2000 تا ما بدهکارین شما. چی بود؟ لایتنینگ ماتریال یعنی جرقه. واه عرق کن بیا. این مراقب باش که باس فایت داریم. این چیه؟ لعنتی میکنم بیدارش کردیم، بیشتر عصبیش کردیم. پس وقتشه که این دوستمونو بفرستونش به خواب دوباره. تأثیر روش نره. یخ باش بزنم اینم چی میشه. یخ فکر نکنم روی آه منم چیستم اونجوریه. خب بزن برق باش بزنم اینم چی میشه.
بله نخ ابلیتی بهش بزنید که تیزش بره بالا. نه سینرژی هنوز نمیتونم بزنم. ببین نوشته بعد 4 تا نقطه بشه. اسپل آتیش هم بچه دونه بزن شاید با آتیش هم بشمش تحصیل نداشت. اسپل باد نه تحصیل نداشت. آقای سنگی میخواد چیکار کنه؟ وای چشمش شد دوتا تقویت شد بگی که اومد. بکنم اون دستش یخ باشه. یا تو هم سیزت پر کن. سامنه این چیه؟ تایتان. اون یارو خودش سنگه. بس تایتان رو بیانیم چی میشه. وای خودم اومدم. وای یارو این تایتان قدرتش چیه؟ شاید این آتیش بهش نمیدونم تاندر که میدونم به کلش تأثیر میذاره. نقطه ضعف کلش همونه. دای آی بیا سینرژی ابیلیتی نه. خب سینرژی ابیلیتی یونایتد فورس بره تو رد 13 تمرکز شما به یکی میکنن و ای تی بی گیدشون 3 قسمته میشه. وو ستایی شده ای تی بیم. هرچی سامن ابیلیتی ماونتن کراش بولدر هور یه دونه سنگ بزن تو کلش بزن. بیش اومد بواه. حالا استگر شد بار روی این. خب وایسا سامن ابیلیتی بعدی ماونتن. آه تو همینه بولدر داری؟ تو همه که بزن تو سرش حتی نه طول نکشه امیدوارم. خب اسپل فایر که روش تحصیل نداشت. چی بزنیم؟ ابیلیتی ابیلیتی های برت تو کلش. بعد زود پرشرش رو پاک کنه. ببین رد 13 پرشر پاک کردنش خوبه. حالا یه لیمیت نابودش کردیم. حالا سه تا چشم رایی میخواه. That's a mighty fine staircase. آه اینم Thank you kindly. با تشکر از این پله خوشتیپی که برام درست کردی. ببین چه اینجا هست. از خواست بگی نکنم باشه. ادامه میدیم. همه شروع خراب کن. خب ما آمدیم بالا. یه دونه صندوق چه دادیم. فایده این که اینو ببندیم و باز اینو میبندیم یا بازش کنیم. بازه دیگه چرا ببندیمش. حالا کلی موگل به دست آوردیم.
اوه از کجا رفتیم؟ آی کلاک سر کن منم بیام. آه این پلیه که اونا ازش اومدن. چیز دیگه نبود. هر وقت اینجا تونل های جمهوری قدیمی Old Republic جمهوری جونان. هی ها سلام. چی شد تقدر طول کشید؟ با یه قاتل سنگی رو برو شدیم و نمیتونستیم بلش کنیم. بعد باشو برو میشدیم مگه نه؟ زمین اینجا هر لحظه ممکنه فرو بریزه. بهتره که اینجا نمونیم. بیایم بریم. ولی فراموش نکنید چین را الان میدونه ما اینجاییم. ممکنه تعداد بیشترشون بیرون باشد. این برای من تغییر ایجاد نمی کنه. من متوقف نمیشم. نه برای اونا نه برای هیچ کس دیگه ای. نه بعد از اتفاقی که در میدگار افتاد. نه بعد از چیزایی که دیدیم. میدگار رو اونا رو سر ما خراب کردن و انداختنش تقصیر آوالانج. ما هممون میدونیم که چه خطری اینجا وجود داره. سرنوشت دنیا چی قراره بشه؟ که میخواد نابود کنه دنیا رو. پس اگه اونا وارد مسیرمون بشن کارشون تموم میشه. برو بریم. خب بریم دنبال همون آدم های رداپوش. اونا بهترین شانس ما برای پیدا کردن سفراث هستن. خب دوباره شدیم تیفا برای بعد. حتی ببین هر جایی که بخوام تو هم اینجوری عوض کنم کلاسمو. مثلا بشم برت رد 13 آریت تیفا یا الان کلاود تیفا رد 13. چرا؟ نه این باش. درست الان همینه. این چه موسیقی خوبی داره. پا نقطه ضعف اینا چه آتیش. فقط من یه مقدار متریال اینا رو عوض کردم بعد درستش کنم. باز کی بزن الان. زدی پدر سوخته. ابیلیتی یکی دفاع کنه از من. نابود کرد من رو. آه دفاع کنید. تو هم عقب. نه فرار نمیخوایم بکنیم. بزنش. چرا گفتی فرار؟ من کی گفتم فرار؟ بس خره بازی رو ببینیم. فرار میتونیم بکنیم از دست دشمن ها. همسی نشتیم. از این چیزا نشتیم. فرار چیه؟ ما اینا بدون توی تونل های تاریک میریم. احتمال بیرونش یه دفعه به یه جایی میرسیم. این زلداییه. دقیقاً این حرکت زلداییه دیگه. همه رو جمع کن با مربع. حد نبود. اون بر یه راه. اینجا هم یه راه. خب الان نباید این کارو میکرد. بعد الان مستقیم میرفتیم بیرون دیگه. اوه همه ردیف کش نشستن. جونان این هم چپتر سوم. اینا صفحه اتوبوسه.
Just them? فقط اونان؟ Guess so. آره. اوه 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 این چیه؟ شکار کرده کشو. خدای من. اون یه قرار نیست برگرده. کارش تمومه. ببین کجا اومدیم. That city they're headed to. اونا دارن به سمت اون شهره اونجا جونانه. جونان. بله. شینرا تریتوری. وای، اینجا منطقه شینراست. Come on. بیاید. چپتر 4. Dawn of New Era. آغاز دورانی جدید. وای پسر صحنه رو ببین. اصلا آدم کف میکنه واقعا. اطلاعات بیشتر دست آوردیم و اومدیم منطقه بعدی برای بچ. اینجا حالا جونانه ببین. گراسلند جونان. خب بچه ها تازه نکته میدونی کجاست؟ اصلا شما شاید باورتون نشه. توی ویدیوهاش که نشون میداد این یه بخش دنیاست. میخوام 6 تا دونه از اینا هست که الان ما تازه رسیدیم به جونانش. ببین جونان یه دونه مهارت سبز داره. خب من اونای بالایا رو انجام بدم. خیلی خب دیگه این قصه به اندازه کافی به نظرم رفتیم. موسیقیش هم عوض شد. موسیقیش هم عوض شد. تو قسمت بعدی صبر ندارم که با هم دیگه بریم این جونان رو کشف کنیم ببینیم چه ماجراییه. مرسی که با من بودید تا ادامه فاینال فانتزی هپی برث. خدافظ.